سرخط خبرها. ورود وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل همزمان با پرتاب راکت‌های حزب الله به تل آویو. بلینکن با امید دستیابی به آتش بس به دیدار با نتانیاهو رفت. تلاش برای احیای مذاکرات آتش بس و آزادی گراگان‌ها در غزه. همزمان در بیت المقدس 7 نفر به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر شدند. از تل آویو با شما هستم. امروز هزینه تمام شده بنزین بدون لحاظ قیمت نفت که شامل هزینه پالایش، هزینه حمل فراورده و هزینه جایگاه دار است حدود 8000 تومان می باشد. تحویل لایحه بودجه سال آینده ایران به مجلس، نیمی از هزینه های دولت از نفت و قرض تامین می شود. تفاهم‌نامه توسعه همکاری اقتصادی قزاقستان با حکومت طالبان، بازرگانان افغان و قزاقستانی هم 100 میلیون دلار قرارداد تجاری امضا کردند. و کاوش درباره شاهاب‌سنگی به بزرگی لندن که 3 میلیارد سال پیش به زمین خورد، دانشمندان میگویند به شکوفایی حیات کمک کرد. سلام و عصر بخیر. در غزه هزاران نفر از منطقه جبالیا در شمال این باریکه در حال فرار به سمت مرکز غزه هستند. سازمان ملل میگوید تقریبا 400 هزار نفر در این منطقه گرفتارند و کمک رسانی به آنها تقریبا غیر ممکن شده. ارتش اسرائیل میگوید همچنان در جنگ با حماس در آن منطقه است و به غیر نظامیان اجازه ترک منطقه به سمت جنوب را میدهد. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. همزمان با پرتاب راکت‌های حزب الله به تل آویو، وزیر خارجه آمریکا به امید دستیابی به آتش بس در غزه وارد اسرائیل شد. رئیس جمهوری ایران با ارائه اولین بخش لایحه بودجه سال آینده به مجلس از هزینه بالای تولید و واردات بنزین در مقایسه با قیمت آن سخن گفت. در ادامه این برنامه، کاوش درباره شاهاب‌سنگی به بزرگی لندن که 3 میلیارد سال پیش به زمین خورد، دانشمندان میگویند به شکوفایی حیات کمک کرد. همزمان با امضای تفاهم‌نامه توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین قزاقستان و حکومت طالبان، بازرگانان و تاجران بخش خصوصی افغانستان و قزاقستان هم قراردادهایی به ارزش 100 میلیون دلار امضا کردند. طالبان که حکومتشان در جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده، حساب ویژه روی همکاری‌های منطقه‌ای باز کردند. جورجینا رانارد، بی بی سی نیوز. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهی شما.